سلام علیکم. مدارکتون رو لطف میکنیم. ببخشید میشه بگین خلاف من چی بوده؟ من عجله دارم، باید برم. چند لحظه تحمل بفرمایید لطفا. عرض میکنم سلام حسین جان، نگران نباشه، چیزی نشدیش. آخه وقتی به زنگ میزنیم جواب نمیدیم، میان در خونت در رو باز نمیکنیم، ما چی کار میکردیم حسین جون؟ باید میفهمیدین که نمیخوام کسی رو ببینم، میخوام یه مدتی به زندگیم سر و سامون بدم. به خدا از صبح تو رو دکتر بهم زنگ زد پیگیری از من، بعدش هم من با هزار ضرب و زور از دوربینای کنترل ترافیک مجوز گرفتم ردتو زدم. ضمناً معاون وزیر داریم میاد عباس. شاروخی جان، پریروز که استینگرا رو نصب کردیم و آتیش کشید پایین، من این چیه؟ من مرخصیمو نوشتم دادم، امضاشم گرفتم. شاروخی، مادرم چشم انتظارمه، پسرم منتظرمه، خودم هزار تا کار دارم، میخوام برم به زندگیم سر و سامون بدم. حسین جون باشه، میفهمم. پسرت با من، مادرت هم با من. بعدشم اینا میخوان یه پروژه‌ای بدن دست تو که تاپ سیکرته، یعنی یکی باید باشه که اطمینان بکنن آدمای درست حسابی جمع بکنه، با کمترین زمان با بیشترین کیفیت به سرانجامش برسونه. نمیفهمی من دارم چی میگم؟ بابا از بالای مخزن که افتادم پایین، پام شکست، هنوز خوب نشدم. بابا منم حال روزم همینطوره، منم به جون تو اگه قرص دوام نخورم نمیتونم اینجوری باید راه برم. برو بگو پیداش نکردم. برو. چه خبره؟ اینا دارن چیکار میکنن؟ هیچ مهندس هشدار دادن که ممکنه لوله‌ها ورقه بشن. بچه‌ها دارن سر تا سر لوله انتقال رو کنترل میکنن. چرا؟ چون مدل زیادی نفت لوله‌ها مونده. گزارش دادن که تو بعضی از مسیرها جوجه لوله‌ها داره باز میشه. گندی زده بشه که دیگه نشه جمعش کرد مهندس. خب نفتو از تو لوله‌ها پمپاژ کنن تو از این وضع در بیایم. برنگ مزاحم شما شدیم. Thank you.
ببخشید پایی کتا بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نسیم به حول قوه الهی فرصتی دست داد که یک بار دیگه در کنار آقای مهندس فتحی باشه. اون دستگاه رو خاموش کن. بنده جهت پرهیز از اطاله کلام میرم سر اصل مطلب. جناب آقای محسنی از وزارت اطلاعات، جناب آقای زاهدی معاون جناب وزیر، سرکار خانم هاشمی نماینده مدیر عامل مناطق نفتیز جنوب و جناب آقای مهندس فتحی هم از آچار فرانسه های مناطق نفتیز هم نفرموده بودین جناب مهندس فتحی مدیر این پروژه هستم. به حال دیگه دقیقه 90 اینجوری شد. خب برای اینکه من وقت شما رو نگیرم خواهش میکنم یه بازدیدی داشته باشید. بفرمایید آقای مهندس. بفرمایید. سه روز پیش شرکت سوئیسی سازنده این توربینا بعد از اینکه دو ماه ما رو سردووندن گفتن که به خاطر تحریم‌های جدید نمیتونن عملیات اوورهال رو انجام بدن. مگه توربین دیگه تو منطقه نداریم خانم مهندس؟ وزارت نفت درگیر تعهدات جدیده. پمپای دیگه هم کشش کافی برای رسوندن نفت به خاک رو ندارم. من هنوزم متوجه ارتباط این ماجرا با قطع برق و شلوغی‌هایی که بعضی‌ها تو مناطق مختلف انداختن نشد. دوستان یه عده‌ایو دستگیر کردن که قصد داشتن که شهر رو به هم بریزن. خانم هاشمی در جریان هستن. ذخیره آب سد کم شده. پیشبینی کردن که قطع برق بیشتر از حالت عادی بشه. یه عده سوءاستفاده چی هم قرار گذاشته بودن تا تابستون میشه از آب گلالود ماهی بگیرن و شهرهای استان رو به هم بریزن. ما روی این توربین که 8 مگاوات ذخیره مصرف انرژی داره حساب باز کرده بودیم. هر روز تاخیر میدونه چقدر خسارت میزنه رو دوش مملکت؟ معلوم نیست سیلا و موساد و هزار یک کوفت و زهرمار دیگه از فرصت استفاده بکنن چه برنامه‌ای بخوان برای ما پیاده بکنن. اگه نتونیم به تعهداتمون عمل بکنیم هم باید پولا رو برگردونیم هم چند میلیون دلار خسارت کردیم. ما با حضور مهندس فتحی 30 روزه ما اینو راش میندازیم. 30 روز؟ آقای مدیر عامل فرمودن که طرحتونه بدین که بفرستیم دفتر خانم هاشمی که بدن برای قرارداد. البته چون کارشون فشرده است بهتر به دفتر ایمیل کنن. چشم. ببخشید من یه 2 دقیقه با آقای شارو صحبت کنم. یه لحظه. 100 دفعه بهت گفتم بر نداری یه هایی تلپی منو بندازه وسط یه پروشه. بابا من نمیدونم تو دنبال چی هستی. هر کاری یه حساب داره، کتاب داره، قانون داره. بعدش هم این خانم رو انداخی دنبال خودت آوردی اینجا که چی؟ بابا این خانم نماینده مدیر عاملن دیگه. محسن جون مدیر عامل نمیتونست یکی دیگر رو بفرسته؟ خواهشم مسائل های شخصی رو قاطی با کار نکن. بعدش هم تو هر پروژه ای که مدیریتش رو گرفتی به خوبی تمومش کردی. محسن بابا ولم کن. محسن با تو هم بابا خانم مهندس ناراحت میشه. بله چشم. محسن مدیر عامل پشت خطه. محسن زشته بابا. بالاخره استادت بود. موهی سفید من هیچی. موهی سفید اونو احترام بذار. جون عزیز کن جواب بده. بگی محسن. سلام دکتر.
میشه ازتون یه خواهشی بکنم؟ به هر حال قرعه این کار به نام من در اومده. گفتم اگه ممکنه شما با آقای دکتر احمدیان زنگ بزنید، ازشون خواهش کنید که توی این تیم باشن. به هر حال استادتون بودن شما رو خیلی قبول دارم. شما مسئول این پروژه این، نه من. به هر حال چه شما چه دکتر احمدیان اگر نپذیرین این پروژه رو زمین نمیمونه. همونطور که دیدین توربینو باز کردن، دارم میبرم کارگاه. با اجازت خانم هاشمی، من نمیتونستم به خاطر خودم حال و روز پسرمو از اونی که هست بدتر بکنم. لطفا شرایط منو درک کنید. من شرایط بین شما و پسرتون رو درک میکنم، اما اگر به خاطر دکتر عنایت نبود همین الان از این پروژه انصراف میدادم. تا بدونین گاهی حتی دیدن بعضی از آدم‌ها اذیت میکنه. آقای مهندس فتحی، شما همکار خوبی هستید، اما فقط یه همکار خوب. با دکتر احمدیان صحبت بکنین، اگر پذیرفتن که هیچ، اگر نه من با ایشون صحبت میکنم. با اجازت. شما زهرا، بابا جان بفرما. قدر دومادتون رو بدونید. ببخشید ناقابله. همون ادکلانیه که دوست دارین. دستتون درد نکنه که برام تولد گرفتید. خواهش میکنم، ولی من نمیتونم اون چیزی رو که ازت میخواستم فراموش کنم. یه شماره تلفنی از بابات به من بده که من بتونم باش تماس بگیرم. راستش بابا یه شهر نیست، گرفتاره. من به زهرا گفتم هی از این کشور به یه کشور دیگه میره، همش هم ماموریتیه. شایان جان، پدر زهرا منم، باید با من حرف بزنید. به هر صورت باتون اتمام حجت کردم. من میگم این مقاله تو به عنوان یک دانشجو دزدیه. من مطمئنم شما این یک بارم نخوندید. برو پیش رئیس دانشگاه بگو دکتر احمدیان اینو من قبول نمیکنه. برو شکایت کن. بفرما. اه اه دخترم، حال روز منو که دیدی بذار فردا. به سلامت. اوه سلام دکتر. سلام، چطوری محسن؟ چیه بابا پیر من؟ چه خبره؟ تو باز دوباره شلوغش کردی، سر بچه داری داد میزنی. تو بهتر به فکر گرفتاری خودت باشه، نمیخوام من نصیحت کنی. باز دوباره تیکه اومدی؟ گفتم که شرایطم جور نبود. شرایطم جور نبود کدومه؟ جلو پسرتو بگی این همه گرفتاری برای مردم درست کرده. من هرچی باشه سر دانشجو داد نمیزنم. از تو به عنوان کسی که زیر بمبارون و جنگ تونست لوله انتقال گره خارک و ترمیم کنه خیلی بعیده. آقا جان من داد میزنم، من اینم. تو میخوای من تربیت کنی؟ من تقاضا بازنشستگی دارم، میخوام برم راحت شم از شهر همه تون راحت شم. تو کارت چیه؟ باشه من حرفی ندارم، منتها بعد از کار جدیدمون. 30 روز فقط. 30 روز؟ بگو 30 دقیقه، من نیستم. لازمت دارم دکتر، یه آدم کاربلد ابزار دقیق میخوام. من نیستم، چیزی هم زیاده آدم کار بلده. برو سراغم. نمیای؟ تو که منو میشناسی، من اگر نخوام بیام کسی نمیتونه منو به زور ببره. خیلی خوب، حالا میبرمت. میبینی؟ 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 من میبرمت. میبینی؟ خب به علی چه ربطی داره؟ کاکا مدرام بهت میگم پسرش افتاده زندان، شما میگید به علی چه ربطی داره؟ افتاده دنبال کار دوم که بتونه مشکل پسرش حل بکنه دیگه. اما از شانس بدش خورد به طول این فلیسیا. کی؟ بابا همین فلیسیا هست تو جاده کوت عبدالله کارگاه ریخته گری داره. خب
مگه چقدر پول میگیره که بتونه بدهی پسرشو بده؟ خب چی بهت بگم والا؟ بالاخره اونم فهمیده که این گرفتاره، یه جورایی گیرش بوده. ببین به نظرم اگه تو بتونی مشکل شهر بکنی، خداییش هم برات ثواب دنیا داره هم آخرت. بیچاره ساعت 2:30 میذاره بیرون میره تا ساعت 11 شب هم اونجا. ببینم الان اونجاست. مشکل خودمه، خودم حلش میکنم. علی جون، ما که با تو دشمن نیستیم عزیزم، ما اگه حرف میزنیم به نفعت داریم حرف میزنیم. یه بسه آجا، تو فکر میکنی من چی کاره هستم؟ مگه من یه صندوق قرض الحسنه دارم؟ من اگر لازمش نداشتم تو رو نمی آوردم اینجا. یکی دیگر میاد جاش. تو مزن که چیه؟ من ارشد. ارشد چی؟ بالرین. چی؟ بالرین، یکی از شاخهای پزشکی. حالا من که نمیدونم چیه. ببینم تو میدونی بلید یعنی چی؟ نه خیلی نمیدونم. ببین یه تیغه هایی رو روی روتور توربین نصبش میکنن. بله بعد توی دمای بسیار بالا نفت و با فشار پمپاژ میکنه توی لوله. فهمیدی چی شد؟ بله، با فشار نفت و پمپاژ میکنه و شما هم خیلی سرسخت پاتو کردی توی یک چرخ که حتما باید آبری باشه. من یکی رو میخوام که همکار و همدل باشه، در ضمن کار ریختگری و قالب سازیش هم درجه یک باشه. همین. تو ذهنم چی کار میکنه؟ ببینم علی چون این سیاهه چی؟ فرید سی... سفیده. سفیده؟ به تو میگم فرید سیاه؟ شرخره، کار چکه. آخه علی جون این قزمیتا چیه تو باید سر کار داری؟ چک دادی بهش؟ نه سفته دادم. خب فردا سفته رو برده زیاره. من درسته چی کنم پس بیاره. خیلی خب دیگه دیگه دست نزد با تو از درست خوشوی دادم. ای علی جون نکن دیگه. شرمنده. دست میدازی بیاره. رحم الله والدیه. للختمه. آخرین باری که اومدم اینجا برای دیدن پرنده ها رو یادم نمیاد. دیگه دل و دماغش رو نه. کی دل دماغش داره کوکا؟ یه ماموریت بهم دادن، بعد یه تیم جمع کنم براش. ماموریت ول کن هامو، تا شکسته تا بچمز. مجید جان، میخواییم توربین کنید کمپ رو دوباره راه اندازی کنید. چی میگی تو؟ حالت خوبه؟ او اوراقی اگه از خود سوئیس هم بیان نمیتونن راش بندازن هامو. پس آماده باش. ما همین الانش هفته دو سه بار بستری میشم. ریام دیگه از کار افتادن. وقتی عصبی میشم دیوارا رو گاز میگیرم. بیام سر توربین چه غلطی بکنم؟ داخل قرمونت برم. من کیو بذارم که بتونه تو زمان کم از پس جوشکاریش بر بیاد؟ جوشکاری؟ یه دفعه بگو منو میخوای بفرستی سینه قبرستون هامو. دست از سر ما بکش مهندس. نمیشه. نبودن اون بهتر از بودن. نمیشه. ما خودمون بازخرید کردم که به شرکت نفت ضرر نزنم هامو. تنها کسی هم عصبیتم و صرفهام تحمل میکنه زن بدبختم. آقا مجید، حیثیت کشور به این پروژه بسته میداره. میخواد گندش نکن. به خدا قسم به قدر کافی گنده هست. خیلی ها منتظرن که ما از پسش بر نیاییم و این قضیه رو تو بوگو کرنا کنن. اون وقت تو میتونی سرتو بگیری بالا. چی بگم؟ چی کار میکنی؟ هستی؟ خوش شرط دارم. هر شرطی باشه قبول. اون اوراقه بلیداش هم دیگه داغونه. خودت بهتر میدونی. ما نمیدونیم آلیاژش چیه که تو دمای بالا دوون بیاره. چی چی؟ یه متالوژ حسابی میشه. آره؟ معرفی کن. معرفی کنم؟ شایان فردی. نه. نه؟ همویم نه. خلاص. Thank you.
یه سوال بپرسم راستشو میگی؟ آره بپرس. چرا انقدر اینجا رو دوست داری؟ خاطره چیزی داری از اینجا؟ خاطره چی؟ نمیدونم. چه میدونم؟ مثلا قبل از من. نه بابا چرف. پس چی؟ چی پس چی؟ چرا همش میایم اینجا؟ تنهاییات هم اینجاست. مثلا همه قرارامون هم اینجاست. دور ولت کام فکر کنم شام و نهارت هم میایم اینجا میخوری. میگم نکنه دلت برا بابا تنگ شده. بابا؟ برنامه چیزی نداره بیاد ایران؟ نه موضوع بابا نیست. واضح ترین تصویری که از مادرم دارم مربوط به امیر ایلا قطاره. میدونست قطار رو دوست دارم. هر روز صبح از کنار همین ریل منو میبرد مدرسه، دوباره زور میومد دنبالم، از همینجا برمیگشتم خونه. اینجا بهم حس از دست دادن. از دست دادن چی؟ شاید اگه اذیتت میکنه خب نیا اینجا. نمیتونم، هنوزم انتظار رسیدن قطار انتظار قشنگی. کلی باش حرف زدم، کلی خواهش تمناش کردم تا بیا ملتفتی همو. بیگم ببین دم به دمش بده، باش حرف بزن، شاید این کار یه خیریتی باشه. خلاصه شما با هم آشتی کنی. خب دکتر جان به خاطر مدیر شده چند دقیقه سیگار نکش. آقا مدرد مدیر جان ببخش. بفرما کوکا هر فرواز نکن. بابا من با کسی قهر نیستم که مجید جان. عزیزه بگو با خدا زشته، ولا زشته. جوادمو میگفت این پسر از وقتی میخواست زن بگیره خب یه بغض تو گلوش گرفته، گناه داره به خدا زن بگیره. خب یعنی من از مثال گفتم خوشه. هر حال هر پسری آرزوش این که پدرش سر سفره عقد بشینه پیشش. خواه خوش اومد شهر کجا؟ خوش اومد. خسته نباش. سلام. سلام جانم. سلام. سلام. جناب شاروکی. بله بله. مهندس و معرفی نمی‌فرمایید؟ جناب آقای حکمیان معمول شدن که جهت ایمنی پروژه نظارت داشته باشه. خیلی خوب. ممنون میشم ازتون. دست شما درد نکنه. محمد خانی هستم. از سیگار میاد تو ماشاءالله شما عجب شامه ای داری. شنوندی گفتن آقای امیری پیگیری نمی کنید. آی زدی لطفا نکرد کنید. آیا از ابتدا هدف همی بودید که زمان حالا Thank you.
شاروخی یه لحظه بیا پایین، کارت دارم. بیا پایین دیگه. نظارت چی؟ ما همچین قراری با هم دیگه نداشتیم. باز میگه نظارت چی؟ محسن جون مگه یادت رفته سر پروژه مهار چای شماره 50 به خاطر یه کوتاهی چه خسارتی به بار اومد؟ بعدش هم کار از محکم تاریخ عبده میکنه. خب بچه های HSC رو میآوردیم. اختیارات HSC کمه. ببینم این حکمیانه سمتش چیه؟ اینو به من بگو دقیقاً. شما فکر کن آقای ایمنی، بعدش هم درسته که رو اندازی توربینا خیلی مهمه، ولی جون تک تک شما برای ما مهمتره. محسن شارخی این یارو کیه گذاشته برو سر ما؟ آقا تو این سیگارو داره برده میفهمده که یه اینجا رو از سیگار بکشی یعنی چی؟ من قاطی کنم دیگه حواست باشه ها. بفرما. دیدی؟ مثلا 10 تا از این به چه درد میخوره؟ کمه ای بگی؟ الو هامون خب؟ نه گوشی لیست موجودی 3-4 تا 10 تا نهایتاً باشین کمه هیچی نداری. خیلی خوب بابا، این که طوری نیست که میگم بچه ها برن انبار زیر رو کنن شاید پیدا بکنن. خیلی خوب. الو به تبریک میگم، داشتم اینترنت رو سرچ میکردم دیدم جایزه مسابقات متالورژی مسکا رو بردی. مگه که از توی اینترنت متوجه بشی؟ البته توی اینترنت همه چیز رو نمی‌نویسن و ممکنه که آدم بعضی از چیزها رو خبردار نشه. منظورتون چیه؟ هیچی، منظور خاصی نداشتم، میخواستم به تبریک بگم. تشریف بیارید. بگم انشالله به پایم دیگه پیشید. باشه مامان، سر کن دایی شایان بیاد الان غذا میخوریم. خوب نیست بچه را اینقدر گرسنه نگرش داریم، اونم به خاطر هیچی. بشماله بابا چون اشکال نداره، یه طرف میزو تمیز نگه میداریم تا شایان بیاد. شما راحت باش بابا. دایی شایان سلام، کجایی تو بابا؟ منتظرتی. یعنی چی؟ تو نمیدونی بابا قراره امشب بیاد؟ من الان چی بهش بگم؟ من نمیدونم، ببین چی کار میتونی بکنی. به خدا منتظری ما. باشه خیلی خوب. باشه خداحافظ. خداحافظ.
سلام. علیکی سلام. به خاطر شما نبود که نایمدم خونه پگاه. داشتیم با آقا مجید تا نصف شب رو تورس کار میکردیم. تا روتور جدید نیاد عملا نمیشه هیچ کار کرد. کرینم بررسی کردم. زیر بار 8 تنی دووم نمیاره. مقاوم سازیش هم نمیشه کرد. در نتیجه یه کرین جدید طراحی کردیم. ما 28 روز دیگه بیشتر فرصت نداریم. نگران نباشین. آقا مجید جوشکاری داره شروع کنه تا 24 ساعت تموم. چرا بهم نگفتی داری ازدواج میکنی؟ ما اینجا واسه کار اومدیم. روتور برخلاف ظاهر زمخت و یغورش باید مثل ساعت کار کنم. بله دکتر احمدیان بهم گفت. اگه کرنت 1 میلیمتر افتادگی داشته باشه تمام قطعاتمون خورد و خاکشی میشن. تلاش همون میکنم. وقتی هم که قطعات خورد بشن کل پروژه میره رو هوا. اون وقت 2 راه بیشتر وجود نداره. یا باید از خارج وارد کنیم که اونم وضعیت رو میبینیم تحریمیم و یا اینکه باید خودمون درست کنیم که اونم اصلا معلوم نیست شدنی هست یا نه. گفتم که تلاش همون میکنم. از پس آلیاژ تیغه ها برمیان؟ خب کار راحتی نیست. اگه نمیتونی همین الان بهم بگو. ها اینا رو الان میگین چون بهتون نگفتم میخوام ازدواج کنم دیگه. گفتم که حواستو بیشتر جمع کنی. ساختر این تیغه زیاد چیز سخت نیست، اصلا چیز پیچیده ای ندارین. بدش من ببینم دست تو چی کار میکنه، اصلا میدونین چیه؟ بله میدونم چیه. 9 میلیمتر ساختن این تیغه مهمه. آلیازشو نمیدونیم چیه. بعدش تو میدونی که چه دمایی رو باید تحمل بکنه. 900 درجه سلسیوس. ببینم تو اینا رو از کجا میدونی ها؟ بابا اینقدر تو گفتی من یه حفظ شدم محسن جون. ببین برای همینه که اگر ما نتونیم سر 30 روزی رو تمومش بکنیم هیچ راهی نداریم جز این که از خارج وارد کنیم. آخه محسن جون قربون شکرت برم، اگه میخواستیم از خارج وارد بکنیم که دیگه جسارتن شما اینجا نبودی. شارخ جان اینا ساختنش هم زمانبره هم پرخطره. به خاطر همینه که این تیغه ها باید درست سر جاش قرار بگیره، درست طراحی بشه، درست ساخته بشه، وگرنه توربین منفجر میشه. منفجر میدونی یعنی چی؟ نه خیر نمیدونم. حالا کجا داری میری؟ شاروخی برم ببینم چی کار باید کرد. سلام آقای دکتر. سلام چطور شد؟ خوب شد دیدم دیدم که چیوهایی که آقا اون بعدن شاروخی کنم بعدن. محسن جان. جانم چطوری کجای کاری؟ مشغولم دیگه. خب خوبه. ببینم شنیدم که گزارش های کارو قراره که به سمیرا ایمیل کنی. خوبه اینجوری میتونی سر صحبت باش باهات کنی. خانم هاشمی خبر بچیل خوبه؟ سیچه با ما سر نیزنه. ایبون به شایان هنو اشتین نکردیه؟ با اون کمرتون چرا اونجوری نشستی نکن؟ جون شطوریت بد جوری ها. وسیله زیادی نیخواد یاری. تو بیمارستان همه چیه دن؟ جا 2 دست لباس یاری بسه. درستی بچیل فگاه تنگ و بیده. گفت کوچیکش حرف زنه یا نه؟ گفت اون وش تخم کفتر بده. جوانن امروز که حفظشونی بود. دکترهای بیمارستان شرکت نفت حرف میدن. لازم نبو عملت نیکنن.
خدایی نکرده نخاتون کشبو زمینگیره بویا. تو خود تا 5 سالگی دی پنجه را رفتی بعد درست رو بیدی به چشه نده دست دو دارد سیخ بزنن به پاش. به خدا کلی کار دارم دا، یه جماعتی الان منتظره من. تو باستی بچهرت هم دا بوی هم بوا، اما یه نیمچه بوا هم نیستی. ای بیدی نیستی شایان بره 2 سال تینا زندگی بکنه. شما اصلا گوش دادیم و چی گم ها؟ یا سی چه اومد و میچو؟ شما چی خریسید راست کنم؟ نه خیلی برقد یه پاده ورو پیش شایان اوشتی کن نیلی کی نتونم یه قوبه راخمو چه کنم از دستت؟ سی چه اینقدر یه دنده ای دا؟ به خدا پیرم کردی پیرم کردی برای دیدی هستی کنستو. سلام. سلام بابا، هوا سرد، در چه رو گذاشتی؟ بابا دود تمام سالن رو برداشته. حسین جان من سیگار نکشم نمیتونم کار کنم. این همه مردم سیگار نمیکشن کار نمیکنن. تو با پسرت مشکل داری؟ گیر دادی به من؟ آخه چه ربطی داره قربون تو من برم؟ اصلا تو از کجا میدونی؟ کور که نیستم، 48 ساعته داریم با هم کار میکنیم، شما دو کلمه با هم حرف نزدید. هر موقع هم که میری سمتش میذاره فرار میکنه. بابا این ربطی فکر نمیکنم به سیگار نکشیدن تو داشته باشه. من این سیگارو میرم بیرون میکشم. دارم میرم سیگار بکشم، گزارش بده. سلام. سلام زهرا خانم. خود تلفنی میگفتی؟ نمیشد. حالا چرا اینجا؟ چه اشکالی داره؟ حالا یه بارم من اینجا باید قرار بذارم. نه خب من الان سر کارم، یه کار نون آب داره. هم یه پول خوبی گیرمون میاد، رفتیم اون بر دستمون خالی نباشه، هم که یه رزومه خوب بر من. اگه نه که میدونی من عاشق اینجا. نمیخوای بگی چی شده؟ شایان بابا میگه میخواد با همون بیاد. کجا بیاد؟ این حرف یعنی چی؟ میگه با همون میاد تا جاگیر شیم، اینجوری هم خیال خودش راحت میشه، همین که بابا تو میبینه و باش حرف میزنه. ما میخوایم بریم آلمان، بابا فرانسه است. بابا تحتای همه چیه در آورده، میگه تا پاریس 400 کیلومتر بیشتر راه نیست. حالا نهایتا اونم یه ماشین اجاره میکنه میره و میاد دیگه. تو هم همجی وایستادی نگاش کردی. چه طرز حرف زدنه؟ خب چه اشکالی داره؟ اشکالش اینه که به من اعتماد نداره. نداره دیگه. تو هم نداری. مگه ما بچه ایمیه که بیاد اونجا چکمون کنه؟ من اگه بهت اعتماد نداشتم پدر و مادرم رو ول نمیکردم باید پاشم بیام کشور غریب. نگام کن، درک کن اینو لطفا. من اصلا گیج شدم، تو به من بگو چی کار کنم. ببین من بپا نمیخوام، خودتو میدونی. بعدشم من که از اول گفته بودم برنامم چیه. ولی نگفتی تا قبل رفتنت از ایران بابات قرار نیست برگرده. سارا بابای تو دقیقا دنبال چیه؟ دقیقا دنبال بابای تو. اصلا فکر کن من بابا ندارم. خوب شد؟ هر کدوم از بچه ها یه جوره، هر کدوم هم مشکلات خاص خودشونه. مهندس تهشم که نگاه میکنی بچه ته باید باش کنار بیار. پسرم امیرعلیه میگم از بچگی اهل شلوغکاری نبود، سرش طلاع که خودش بوده درسشم نکنه، خدا وکیلی اهل گرفتاری هم نبود، همین که بزرگ شد گرفتاریاشم شروع شد. وقتی فهمیدم چی کار کرده تا یک هفته باش حرفو زدم، وقتی هم چکاش برگشت خورد و افتاد زندان داشتم دیوونه می شدم، زمین و زمون به هم ریختم تا بتونم بیارمش برو، اما نشد که نشد.
مهندس حسین تماس گرفت، گفت تمام انبارهای منطقه نفتی رو زیر رو کردیم، بیشتر 10-12 تیغه پیدا نکردیم. منم مجردی زندگی میکنم، ایشالله ازدواج که بکنی زندگی سر و سامون میگیره. قضیه ازدواج اون یهویی پیش اومد، فرصت نشد. حالا توجیه نکن دیگه، از من دلخوری؟ از خونه زدی رفتی؟ حرفای خصوصی تو به من نمیزنی؟ اون وقت چه دلیلی داره که بخوای راجب ازدواجت با من صحبت کنی؟ اگه میگفتم برای تو مهم بود. حتما نبوده که نگفتی، همه زندگی شما کارتون بوده و هست. این میگفتم من برای تو مهم نبود. خیلی تلاش کردم فراموش کنم، همون نمیتونم، به خدا نمیتونم، به خاطر خودم نه، الان خودم همه چی دارم، میتونم گلیممو عذاب بکشم بیرون، ولی خدا همه شرکت نفت دارن دنبالتون میگردن، لااقل جواب تلفنتون رو بدید. میخوام دختره رو که رفتین خواستگاریش ببینم. بابا به خدا شایان قاطی میکنه. مهم نیست قاطی کنه، منتظرم. بیا بابا جون. بابا به شایان که چیزی نمیگی. من برای چای بیارم. چته؟ چی میخوای باشه؟ بابا جان دو سوم این تیغه ها شکستن. آقای شاروخی خبر دارن؟ آره خبر دارن، سفارش داده بیارن. چجوری بیارن؟ اونشه دیگه من نمیدونم. آقا این یارو حکیمیان کیه؟ آقا این رفته رگ و اعصاب من ها. من از صبح تا الان 10 تا دونه سیگار بیشتر نتونستم بکشم. این همه دوربین مدار بسته گذاشته واسه من؟ نه قربونت برم، دوربینه که به خاطر سیگار کشیدن شما نذاشته که. پس چی گذاشته؟ بابا دیشب بچه‌ها کارشون طول کشید تا نصف شب داشتن کار میکردن، رفته گزارش داده که بچه‌ها بودن. به خاطر اوناست. یه سری اطلاعات راجع به تیغه‌ها و روش ساختشون به دست آوردم، گفتم بیام بهتون بگم که خیالتون راحت بشه. آقا شایان پسرم، توربینه و تیغه‌هاش و چند بر کاغذ و یه سری نقشه نمیشه تیغه ساخت. بالاخره که باید از یه جا شروع کنیم دیگه. قراره برام بیارم. مگه خریدینش؟ تو به این کارا کاری نداشته باش. آقا شما با هم حرف بزنید، من برم بیرون یه سیگار بکشم. در پایان یک بار دیگه عناوین مهم این بخش خبر. حالا شما زیاد فکرتون خراب نکنید، این اتفاقی که افتاده باید یه فکر اساسی کرد. چی بودون که قرار بود جنس رو بیاره؟ خانم مهندس در جریان هستن؟ یه نفر که بازنشسته شرکت نفت و خارج از ایران زندگی میکنه، لیست اقلامی که لازم داریم و براش میفرستیم تهیه میکنه برام. ازش خبر دارین؟ چند باری من بهش زنگ زدم ولی متاسفانه جواب نداد. بنده خدا قطعا الان وسط درد سری. حالا خانم مهندس تکلیف چیه؟ باید بسازیم. خب یعنی دقیقا کمبود اصلیمون چیه؟ تیغه های کمپرسور هوا و یاتاقان ها. آقای مهندس امکان تولیدش هست یا نه؟ هست. مشکل اصلی یاتاقان ها آلیاژشونه. تیغای هوا هم علاوه بر آلیاژ مسائل تخصصی دیگه ای هم دارن که ما تا به حال تجربه نکردیم. پس با این وجود حسابی تو تنگدان قرار گرفتیم. یک ساعت نشده خبر توقیف لوازم رو رفتن.
حالا کافیه بدونن توربین رو ران انداختیم. ظرف 24 ساعت همه شبکه ها ما رو میکوبن. سلام. مگه خودشون نگفتن قرار داده اوورهال یه طرف فسخه؟ نکنه میخوان نقره داغمون کنن؟ حواسم به ساعت نبود. وقتی اومدم تو دیدم همه خوابیدن، تازه فهمیدم ساعت چنده. شایان حالش خوبه؟ جواب تلفنتون رو نداد؟ میدونستم که جوابمو نمیده، بر همین هستم بهش زنگ نزدم. بابا شما که کار بدی نکردی. من زندگیشو خراب کردم. اکش واقعا تو خارج از کشور بودم و دروغ شایان راست حساب در می اومد. زهران بهم زنگ زد، گریه می کرد، همه چیمو به مو برام تعریف کرد. باز بگو من کاری نکردم. کار اشتباه رو شایان کرد که دروغ گفت. من دارم میگم قضیه یه عمر زندگیه، اصلا نباید همچین دروغ یا همین اول به خانواده همسر آیندهش میگفت. راست میگه. من مدل جوانای امروزی رو نمیفهمم. من میگم هر چی بود باید بین خودمون حلش میکرد. لابد چاره دیگه ای نداشته. در هر صورت من باعث شدم دختری رو که دوست داره بهش نرسه، دوباره زندگیشو خراب کردم. بابا بمونی امشب با اینجا بمونین، خونه غریبه که نیست. تازه فاطمه بلند میشه صبح میبینتتون کلی ذوق میکنه. فردا چپ گل بخوریم. شما مصاحبه مطبوعاتی میگی میگی من رفاقت فکرتون میدم. خب رو همین دیگه، من چجوری بهش اطمینان کنم وقتی که تو تمرینه هر روز بدتر از روز قبله؟ دکتر منم طرفدار جوانگراییم، ولی جوانگرایی حساب کتاب خودشو داره. باشه فردا من بعد مسابقه نمیرم مصاحبه، هر حاشیه ام پیش اومد گردن شما هیئت مدیره است. دکتر شما که میتونی تیمو ارنج کنی، فردا بی بشون رو نیمکت. بسم الله. مسئلشون گردن خودتون ها. شکر با شما نبودم. من بابا 22 تا بازیکن سر کله بزنم بدون پول بیارمشون سر تمرین، قبل هر بازی با این اون بجنگم. شما خودتون میدونی سر کله زدن با این اون چی دنگ و فنگی داره، چه گرفتاریایی داره. باشه ممنون. سلامت. رضا تو واقعا نمیدونی بچه ها اول صبح خوابن نباید انقدر داد بزنی؟ چیکار کنم دیگه؟ آخه تیم لیگ دوی هم انقدر هرس خوردن داره. فوتبال که لیگ دو سه نداره. چرا بابات انقدر زود رفته امروز؟ نمیدونم. اخبار در مورد تحریم های نفتی یه چیزایی گفت. بابا هم یهو گذاشت رفت. بابای تو اون سبابای سنای آمریکا به هم میریزه. ما هم با پاره شدن رباتلی بازی کنم. بابا اینا چی درست کردن محسن؟ بابا دقتشون کمتر از میلیمتره. من نگران این هستم که طراحی کنم بعد یه دفعه یه کنتاک پیش بیاد و دوربین کلن اسقاط بشه. دکتر جون ما باید هر طور شده این توربین رو اندازی کنیم. حالا آبروی خودمون هیچی، آبروی کشور وسطه. متوجه چی میگم که؟
آقا جان وقتی شدنی نیست من که نمیتونم قول علکی بدم. یعنی میگی چشامونو ببندیم و دستامونو بگیریم بالا بگیم ببخشید آقای دنیا که ما عرضه اوورهال کردن این توربینی رو که شما 23 سال پیش ساختین رو نداریم، ما فقط ادعامون گوش فلک رو کرد. بابا تو چرا نمیفهمی؟ اینجا بحث بحث توزنه، من فقط میتونم یه برآورد نسبی بدم. همین دکتر جون، برآورد نسبی به درد من نمیخوره، من برآورد دقیق میخوام. ممنون که تشریف آوردید. نمیخوام ناراحتتون کنم ولی من مطمئنم که ایشون شما رو مجبور کرده بیاییم با من صحبت کنیم. نه دخترم، این یادت باشه تو زندگی من هیچ وقت کسی منو مجبور به کاری نکرده، یادت نره. ببینم گزارش ها رو هر روز بهت ایمیل میکنه؟ قرار بود که ایمیل کنه ولی خودش میاره. این که خیلی خوبه، اون به این بهانه میخواد مرتب تو رو ببینه. استاد مهندس فتی با دست پس میزنه با پا پیش میکشه، این یعنی بلا تکلیفی. تو اشتباه میکنی. ببینم اصلا تو میدونی که چرا اوضاع احوال شما دو نفر اینجوری شده؟ چه میدونم، به خاطر دخترش، به خاطر پسرش؟ نه مسائل با هم قاطی نکن. پسرش یه مقدار کله خرابه، اون دلش نمیخواد با ازدواج با تو اون پسره کله خرابتر بشه. الان کلش درست شده؟ من کاری به این کارا ندارم، من فقط دارم به این فکر میکنم هر چقدر تو به اون کم محلی بکنی، هر چقدر تو اون اذیت بکنی، اون بد اخلاق میشه. من دارم میبینم هر روز داره میپیشه به پرپای اینا. خب این نشونه چیه؟ شما بگی این نشونه چیه؟ بی اعصابی. نه جانم، این نشونه عشقه. سمیره خانم وقتی من صحبت میکنم از این لبخندهای عاقل اندر سفیه نزن. چشم استاد، ببخشید. ببین بابا، وقتی اون آدم به خاطر پسرش پا گذاشته روی احساسش، این یعنی این که اون یه آدم متعهدیه. تو یه مرد متعهد میخوای یا یه آدم بدون تعهد؟ بابا بده که اون به خاطر شایان، به خاطر پسرش، به خاطر تعهدی که به اونها داره، داره از عشقش میگذره. استاد میدونم شما نگران ایشونی، اما این وسط احساسات من چی میشه؟ محسن جان، آقا محسن جانم، این اندازه‌ای که من درآوردم مال اون ردیفیه که نداشتیم، فقط چند بار باید تست بشه. نمونه‌های اولیه رو که بدیم آزمایشگاه واسه تست تازه می‌فهمیم از کار در اومده یا نه. فقط خدا کنه که اون ردیفای سالمو نزنید داغوش. ان شاء الله صبح اول وقت طرح یاتاقانه بدید مشغول شید، بتونیم اونا رو هم قالب گیری کنیم. با این یاتاقان هم میشه چند بار تست کرد. خیلی خوب حسین، اگر آماده شدی. علی جان یادت باشه فردا جواب آزمایش آلیاژ بلیدا رو بگیریم. تست عملیات حرارتیه که انجام بدیم. نمونه ها برای وضعیت تست طراحی شده بود. بچه ها خستن، تعطیلش کنیم؟ خسته نباشید، انشالله فردا صبح زود اول وقت میبینم. خداحافظ. خداحافظ. آقای دکتر احمدیان لطفاً سیگار نکشید. آقا جان شما هیچ کار دیگه نداری، فقط داری منو کنترل میکنی؟ کوزک پاد. محسن جان، این سمیرا زن زندگیه ها، بهش حق بده. بهش حق میدن، یک سال تموم بلا تکلیف. ببینم هنو خرش یاره. طرز حرف زدن دکتر زشته. آقا جوان که حرف بدی نزدم، میگم یعنی هنو دل دنبالشه. میخوای حتما راجب این قضیه با شایان حرف بزنم؟ شایان؟ دلت خوشه، نمیخواد حتی سر به تنم باشه. آقا جان خود دنی. آقای حکمیان من دارم میرم بیرون سیگار بکشم، گزارش بده، گزارش بده. دیشب مشخص شد که وزیر امور خارجه ماه آینده بعد برای مذاکره بره زوریخ. خب این ارتباطش با پروژه ما چیه؟
زمزمش پیچیده که انتقال نفتمون دچار مشکل شده. این یعنی آمریکا به اون چیزی که میخواسته رسیده. ما که داریم تمام تلاشمون رو میکنیم، بیکار که وای نایستادیم که. تلاش مهم نیست، این نتیجه است که مهمه. نتیجه که بعد ما قبلا صحبتامون رو کردیم، قرار بود هر اتفاقی که بینمون میفته تو رابطه کاریمون تاثیر نداشته باشه، درسته؟ شما صحبت کردیم، من حرفی نزدم. من همون موقع هم بهتون گفتم، گفتم هر بد و بیرایی که میخواهید به هم بگین بگین. شما چرا فکر میکنین همه آدم شما؟ من همچین حرفی زدم؟ خودتون پاپیچم شدین، خودتونم هم همه چی رو به هم زدین به همین راحتی. من که بهتون توضیح دادم، گفتم شرایط مناسب نیست. شرایط هم مناسب نیست شد توضیح، شد دلیل. خب وقتی زمزمه ای ازدواج ما رو دخترم به پسرم گفت. اینقدر دخترم پسرم نکنین لطفاً. به قول خودتون همه چی تموم شده، دیگه کشش ندیم. الانم بهتره برین توربین رو اوورهال کنین، مهمتر از همه چیه. واقعاً این از همه مهمتره؟ واقعاً. آقای مهندس فتحی، اگه خطری داره بچه ها رو بفرستم بیرون سالن. همینجاش هم که وایستدی ممکنه این سقف خراب شد بریزه رو سره. عزیزم ما داشتیم تست میکردیم، اونم یه تست اولیه که جواب نداد. یعنی که طراحی تیغه ها مشکل داره، باید اون جنسشون بیشتر کار کنیم. همین که خطری جون بقیه رو تهدید نکنه برای من کافیه، بقیهش دیگه به من ارتباطی نداره. موسی آقا این لرزشش خیلی غیر طبیعیه، اصلا ربطی به تیغه ها نداره به نظر ما. دکمه رو مستقیم وصل کن به خود روتور، شاید لرزشش کم بشه. آقا خیلی شکم داده. خب اون به خاطر شرایط تکیگاهیش قرونت برم، وگرنه نباید اینقدر لرزش داشته باشه. این نرقول هفتونین ما میخوام ببینم چجوری باید صافش کنیم. مهندس اگر بتونیم شکمش هم مهار کنیم، از کجا معلومه بتونیم جلو افتادگیش هم بگیریم؟ قربونت برم علی جان، این به خاطر وزن زیادشه که شکم داده. الانم چندین ساله که نه کار کرده نه چرخش داشته. بله اگه چرخش داشته که شکم نمی آورد کاکا. ببین مجی جان، همه این بچه‌هایی که اینجا وایستادن عمرشون رو تو نفت بودن، کلی تجربه تو پروژه‌های مختلف داشتن. اگه باهاشون شفاف صحبت کنی و بگی قضیه چیه، ممکنه که چیزی به ذهنشون برسه و کمکمون بکنن. شما هم بریم بشینیم فکر کنید ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. باید بریم با دکتر احمدیان مشورت کنیم. بیا بریم مجید جان. کجا؟ آقا مگه نگفتی که بچه‌های متولوژی گفتن که من باید برم پیششون؟ ها ها. خب علی جان تو برو کارا رو انجام بده، من خودم زود برمیگردم. باش خدا من میرم. خدا. نگران شایان بودم که خواستم ببینمت. منم نگرانشم، ولی کاری از دستم بر نمیاد. این چند روز خیلی حالش بده، هم به خاطر اتفاقی که افتاد، هم به خاطر این که دیگه نمیره سر پروژه‌ای که مشغولش بوده. شایان یه کاری رو شروع کنه نصف نیمه ولش کنه، حسابش خیلی به هم میریزه. من بهش نگفتم که نیاد. شایان وقتی سرش گرمه دیگه به چیزی فکر نمیکنه. هر اتفاقی که بین شما افتاده دیگه تموم شده، الان به کمک شما احتیاج داره. شایان تو از همکاراش عذرخواهی نکن و برنگرده سر پروژه، دست من کاری بر نمیاد. بله ببخشید. تازه دارم میفهمم شایان چرا اینقدر تنهاست. راه حلش چیه؟ هوزینگ نیمه پایین تو مرکز تنظیم و ثابتش کردیم، برای استیل هم دادیم قسمت تراشکاری که طبق نقشه استراتا ساخته بشه. به محض اینکه ساخته بشه کار نصب و جوشکاری رو شروع میکنیم. از زمان 30 روزه ما بخش اعظمش گذشته. به هر حال مجبوریم که مرحله به مرحله پیش بریم. شما که دیگه خود دو سالی جناب مهندس فتحی. بله مهندس شد، ایشون استادن، بنده هم از ایشون استادترم.
اما ما زیاد وقت نداریم، باید این دستگاه رو به موقع تحویل بدیم. من باید با بچه های طراحمون صحبت کنم، البته دوتا از نخبه های ما خارج از کشور است. آیون پیشنهاد میکنم فعلا دنبال یه راه حل موقت باشیم، توربین کنترل شده مشغول کار بشه تا بعدا بتونیم طراحی رو انجام بدیم. البته این فکر بدی نیا، میتونیم موقتا راش بندازیم. هامون آقای مهندس، اگه خدای نکرده ایرادی پیش بیاد، یه جای کار اتفاقی بیفته، انفجاری بشه، من باید جوابگو باشم. لابد اگر این دستگاه آماده نشه ما باید جوابگو باشیم. آره جون تک تک شما برای ما مهمه، من نمیتونم به خاطر راه اندازی توربین کوتاه بیام. آقای دکتر تاکید دارن اتفاق 4 سال پیش تکرار نشه. شما مطمئن باشین در این زمینه تجربه همه ما از شما یه نفر بیشتره، ولی مسئولیتش به دوش منه. آقای حکیمیان من یکی حاضرم جونم میدم تا این پروژه به سرانجام برسه. دیگه حرف چیه؟ میخوای کتبن مینویسم امضا میکنم، ها؟ چطوره؟ خوبه؟ پسر جان تو یه قلم گرفتی دستت که گزارش ما رو بدی، ما آچار گرفتیم دستمون، داریم توربین تعمیر میکنیم، تو نمیتونی به ما امر و نهی کنی؟ شما بدون اجازه من یه لیتر رفتم نمیتونین پمپاش کنین. آقای حکیمیان بیا بد بگم بیا. و حالی آدم درست میگیرم، حالا صبر کن. بابا این کار چیه؟ اصلا بحث سر چی بود بیخودی؟ بحث سر چیه؟ مو میگم بیا روتو رو فعلا موقتا راش بندازیم کوکا. مگه ما بلیت داریم که بخوایم روتو رو را بندازیم؟ بلیت؟ ببین شایانو برش کرد، تنظیم روتور کار ما نی، این قبول کن. مونه ببین، مونه ببین شایانو برش و حالم زیاد خوب نیم، میرم یه هوایی بخورم، فکراتو بکن خبرم کن. بفهمم اینا چیه؟ کادویی که برای زهرا گرفته بودم. خود دست تو چه کار میکنه؟ پدرش همه رو پس فرسته. بابا همه چی رو به هم ریختم اومدید، الان با چه روی فرستاد دنبالم تا برگردم سر کار؟ ببین شایان جان، آمو یه دقیقه گوش بگیر، بحث و دعوای تو آقاد یه چیز دیگه هن، کار ما که رئیس شما همه چیو به هم ریخت، همه چیو، همیشه همین کارو کرده، همیشه فقط به فکر خودش بوده، نه ما براش مهم بودیم نه مادرمون که افتاد و مرد، عین خیالش هم نبود. خیلی بی‌انصافی پسر، من همیشه به فکر خودم بودم. بله همیشه شما به فکر خودتون بودین، اگه نبودین که الان مادر من زنده بود، الان وضع زندگیم این نبود. وقتی که مادرتون رفت من با هزار گرفتاری شما دوتا رو بزرگ کردم. گرفتاری؟ آره همون گرفتاری های دیگه تون بود که براتون مهم بود، همیشه ما آدم های درجه دو واسه شما درد سرساز بودیم. اصلا چرا خودتون نیومدین با من صحبت کنین؟ شاید میترسین با من روبرو بشین. آره آره میترسم ازت. بده من. چه کار میخوای بکنی محسن؟ زهرا خودش خواست که من شایان رو برگردونم سر کار، کسی که یه همچین خواسته ای داشت نباید اینا رو پس میفرستاد. محسن آمو کاری نکن و از این بدتر بشه، صبر کن و بیام. علاقه من به شایان هیچ ربطی به تصمیمم نداره. یعنی چی؟ یعنی من نگران شایان بودم و هستم، اصلا برای همینم با شما صحبت کردم که برید سراغش. خب منم رفتم، اینا رو به هم داد. شایان به خاطر تصمیم تو اتفاقاتی که افتاده منو مقصر میدونه، خیلی وقتی که نمیاد سر پروشه. متاسفم، منم نمیتونم به خاطر شایان جلو خونه بادم وایسم. ببینم خودت چی؟ دوستش داری یا نه؟ هر چقدرم که دوستش داشته باشم نمیتونم با آدمی که اول زندگی همچین دروغ بزرگی بهم گفته برم زیر بسم. شاید منم اگه جای شایان بودم همچین کاری رو میکردم. البته من مقصرم، من برای شایان و پگاه تو زندگی خیلی کم گذاشتم،
من به خاطر اینکه همش درگیر کار بودم. هر دعوا و دلخوری دو طرف دارم. درست؟ من به شایان حق میدم. مقصر شاید نبوده، ولی باید شما رو درک میکرد، شرایط کاریتون رو درک میکرد. باید تلاش میکرد که رابطتون رو درست کنه. ولی هیچ کاری نکرد. فقط به خودش فکر کرد. بس تو هم تو دعوای دو طرفه فقط به فکر خودت نباش. من نمیگم که شایان خطا نکرد. اگه شما جای من بودی، اگه دروغی به این بزرگی میشنیدید، میتونستیم اشتکی کنیم، میتونستیم پدر و مادر و همه کس و کارتون رو بذاریم باش بریم کشور غریب. نه، یه وقتایی آدم برای از دست ندادن کسی دروغ میگه. آقای مهندس، آقای وزیر هر روز از من پیگیر ماجرا، ولی این گزارش ها نشون میده که هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. ما داریم تمام تلاشمون رو میکنیم. بعضی شبا حتی بچه ها میمونن تو کارگاه، ولی نتایج به دست اومده چیزی نیست که ما رو راضی کنن. مشکل اصلی تیغای روتوره که هنوز نتونستیم ما آلیاژ مناسبشون رو پیدا کنیم. مهندس عزیز، مسائل تخصصی به ما ارتباطی نداره. مهم قراردادیه که چند روز دیگه فسخ میشه و به حیثیت این مملکت صدمه وارد میکنه. خسارت فسخ قرارداد به جهنم، آبرومون میره. معنیش اینه که ما در مقابل امریکایی‌ها کم آوردیم. حالا صبح تا شب بگیم مرگ بر آمریکا، وقتی که در مقابل تحریماشون نتونیم دووم بیاریم یعنی کش. نه دوغ. جناب آقای محسنی، کش چیه؟ دوغ چیه؟ بنده شاهدم که دوستان دارن زحمت میکشن شبانه روز. حالا گاهی اوقات پیش میاد که تأخیر به وجود میاد. نباید این زحمت رو شما نادیده بگیرید. خبری که به ما رسیده میگه که اونا آماده هستن بعد از فسخ قرارداد بلافاصله یک هجمه وسیع تبلیغاتی علیه ما شروع بکنن. بیوجدانا با تمام نیروی انسانی میخوان بیان میدون. گزارش بازرس ویژه هم نشون میده که هیچ توجهی به نکات ایمنی نداری. شما که نمیتونید پروژه رو سر موعد راه اندازی کنین، چرا پذیرفتین؟ حالا پذیرفتین، چرا گذاشتین خبرش بره بیرون؟ بنده در این که شما دغدغه دارید تردیدی ندارم آقای مهندس، اما این به تنهایی کافی نیست. دغدغه فقط یکی از مؤلفه‌های نتیجه گیریه. استاد عزیز، گزارش عمل کرده تیم به بیرون درس بنده به عنوان مدیر پروژه متعهد می شود چنانچه تا تاریخ مقرر در قرارداد موفق به راه‌اندازی توربین نشدم، با وجود سالها سابقه خدمت خود را بازخرید نمایم. با تشکر، محسن. سلام زهرا خانم، من باید شایان رو ببینم. فقط خواهشن متوجه نشه که من ازتون خواستم، چون ممکنه که یه وقت بهونه بیاره. منتظر خبرتون هستم. خداحافظ. الان میخوای بیاره؟ یار تاریخ میشه که. باش بیا، من میام سر ایسکا. کجا؟ مگه نمیخواستی راجع به مادرت بشنو؟ ها؟ بس وایسا بشنو بعد هر کجا که خواستی برو. دیگه فکر نمی کنم دونستن و ندونستن من هم چیزی عوض کنم. مگه دیواری که دونستن و ندونستن چیزی عوضت نکنه؟ دیوار نیستم، آدمم. آدم؟ مطمئنی که آدمی؟ پدر جان احترام خودتو نگه. من خیلی ساله که احترام خودم رو نگه نداشتم، اما امروز میخوام احترام خودم رو نگه دارم. تو خجالت نمیکشی؟ خجالت نمیکشی به پدر خودت میگی احترامتو نگه دار؟ آقا جان من خستم. اینو زدم که خستگی در بره. تا امروزم هر چی لیلی به لالات گذاشتم دیگه بسه.
گول اون سه چهار کلاس درسیرم که خوندی نخور. من دوست و رفیق و همکار همکلاسیت نیستم که هر طور عشقت کشید با هم حرف بزنیم. گفه‌ای بر طوری میزنم با بران کار ببرمت. واقعا برام متاسفم که توی قرن 21 زندگی میکنی ولی رفتارت مثل عهد دقیانوسه. قرن 21 مال تو و اون رفیق رفقات. من قرنم 14. حالا میری و رفتار اون قرن 21 رو میبینی. کجا؟ هنوز حرفم تموم نشده. هر کجای دنیا که تا هر قرنی که سفر کنی بازم بچه ای منی. خیلی زور نزن که خودت رو عوض کنی، چون نمیتونی. نمیشه. تو بچه خیلی خوبی هستی. بدون مادر بزرگ کردن شما کار راحتی نبود واسه من. پدر که بشی میفهمی، پدر که بشی میفهمی وقتی بچه ی آدم میره خواستگاری و پدرش این کار میکنه چجوری تا اون مغز و استخونت رو میسوزه. از خدا میخوام هیچ وقت تجربهش نکنی، هیچ وقت. حالم تو بمون و این عین قطاره. Thank you.
با دکتر احمدیان راجع به لرزشش صحبت کردم. میشه کنترلش کرد. الان دارم روی فولاد مارتنزیت کار میکنم. یه بار تو صنایع موشکی امتحانش کردم، جواب پس داد. 3 تا فیکسینگ بلاک و 4 تا ساپورتینگ بلاک هم طراحی کردم. لقی سیم یاتاقانم بررسی کردم. وقتی سیم سوربی به 12000 اینچ رسید، آقا مجید لقمه ها رو تو محفظه وسطی توربین جوش دادن. 3 تا شایان جان بابا نماز تو خوندی؟ الان میخونم. چی آقا شایان؟ درسته؟ درسته بله. ها چی شد؟ مشکل پیدا کرد؟ نه آقا نه مشکلی نه. چی شد؟ آره درسته. ببینم. آره درسته. بیا. آقای دکتر احمدیان خطرناکه. چی خطرناکه؟ اگه اتفاقی بیفته، انفجاری بشه، شما باید پاسخگو باشین. اگر انفجاری شد من پاسخگوام. پس جسارتاً بنده باید گزارش رد بکنم. بفرمایید برید گزارش رد کنید. تو فقط بلدی گزارش رد کنید. مرد حسابی. یه مشت آدم جونشون رو گرفتن، دستشون این دستگاه رو تعمیر کردن، الان هم میخوان حاصل دستنگشون رو ببینن. حالا تو فکر این هستی که اینجا انفجار بشه؟ بگو من جون خودم میترسم. جونتو بردار، برو برو گزارش رد کن. چیه؟ چی شده؟ هیچی، رفت گزارش رد کنه. بگو روشنش کنه. بچه آماده این؟ سلام. سلام. حکمیان هستم. بفرمایید. یه پیغام برای جنابای دکتر عنایت داشتم. حالا آماده دیگه، همه چی چک کردی دیگه؟ آره. خیلی. موسی جون من شارپی هستم. اگه صدای من بیشتری جواب بده. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای مدیر عامل فرمودن که کارشناسای HSC ایمن بودن کار رو تایید کردن. شما هم اجازه بدید که کارش رو ادامه بده. بسیار خوب. ببین مهندس جون، ما همه چی رو چک کردیم، هیچ مشکلی نداره. سکانسش هم طبیعیه، اصلا چراغ زرد روشن نشده. شارخ جان ما آماده ایم، اگر شما آماده این اعلام کنیم. بله بله اعلام بیست سال اینطوری را افتاد، باعث افتخار منی که من اینو دکمه بزنم. اگه اجازه بدید مهندس را بدش. من آقای شاروخی، جوانایی که این دستگاه رو درست کردن خودشون هم باید افتتاح کنن. لطف کنید اجازه بدید شایان دکمه رو بزنم. ممنون مهندس جون، هر چی شما دستور بفرمایید همون میشه. فقط اگه حالا به هر حال چش بزن بزن. نه بزن کی بزن، صاحب کجا بزن. بسم الله الرحمن الرحیم. به حول قوه الهی دکمه ساری. حالت که خوب شد با هم دیگه میریم سر توربین. ما میخواستم وقتی را میفتن خودم اونجا باشم و با چشما خودم ببینم. بچه ها شبکه های خبری دنیا رو رصد کردن،
اصلا اشاره‌ای به این موفقیت نکردن. به دسترت دستر درد نکنه. کی اشاره کردن که دفعه دومشون باشه؟ خیلی خوب، حالا اینا رو ولش کن. فردا قراره بریم خواستگاری. خواستگاری؟ قبول که؟ چی؟ خانم مهندس هاشمی دیگه. ای بابا تو هم مثل این که حالت خوب نیستا. شایانو میگم. ببخشی اونی که حالش خوب نی تو نی. نه شایان نه مو. حالم که بده، ولی خب کارش نمیشه که. دکتر احمدیان هم باش حرف زده. ولی انگار گره دلش خیلی کور. همیشه گرمتره. اما دودرال کاری کردن که کمر درد بگرم. مونی آیون خدا کنه بارون بزنه هوا کمی خنک‌تر بشه. زبون آدمیزاد سرت میبو سی چرچی میگو تو یه چی دیگه گوی. باش آیونم آشتی کردم، امشا خواستگاریشه. راست بوی خواستگاریشه، پس چی تو اینجا نی؟ هوا داره تاریکه بو بچو. به خاطر مو به خاطر شایان یه بار آماده شدی یه الان دیرمون میشه. شایان من کم کم دارم نگران میشم، چرا نباید تلفنشو جواب بده تو این شرایط؟ پاشو مام پاشو. کش موهاتو کجا گذاشتی؟ چرا موهاتو میبندم عزیزم؟ بازشون میکن. الو سلام های شاه رفی. ببخشید مزاحمتون شدم. سلام آقای مهندس. آقای شاهروخی چند بار تماس گرفتن جواب ندادیم، نگران شدن. گفتم من یه بار امتحان کنم شاید جواب دادیم. فقط امتحان بود؟ دکتر عنایت میخواستن که با شما یک جلسه داشته باشن. حالا موضوع چیه؟ نه موضوع خاصی نیست، میخواستن در مورد یک پروژه با اتون صحبت کنم. ای مهندس حقیقتش اینه که من اصلا حس و حال پروژه جدید رو ندارم. آقای مهندس میشه خواهش کنم؟ اهمیت این پروژه خیلی بیشتر از قبلیه. میدونم خانم، من اصلا دل و دماغش رو ندارم. یه کمی درگیری های شخصی خودمه که فکر میکنم باید بیشتر براش وقت بذارم. مسائل شخصی؟ بیماری مادر، خواستگاری پسر. ترسیدم خدا رو شکر. ترس نداره؟ بیماری مادر، ازدواج پسر، تنهایی. ترس نداره؟ تنهایی چرا مهندس؟ شما که ماشاءالله دور و برتون دوست و رفیق زیاده. دوست و رفیق شاید لازم باشه ولی کافی نیست. شرط لازم و کافی یه همراهه، یه همدل. موافقم. یعنی شما هم موافقید که آدم احتیاج به یه همدل و همراه داره؟ بله موافقم، کاملا موافقم. منم موافقم. آقای مهندس میشه خواهش کنم که دعوت دکتر عنایت رو بپذیرید؟ شما هستین؟ اگر شما هستید بله منم هستم. حسین منم هستم. پس میبینم اتون. بله خدا نگهدار. خوش اومدی. خدافظ.